بذات هاشم نصب نصیح خلاصوانان موشه مناشه غنگه کباب ادامه قوانین براخوها رسیدیم به قوانین مربوط به جواب دادن آمن. خب همونطور که جلسات گذشته گفتیم جواب دادن آمن خیلی واجبه، خیلی واجبه، تا حدی که خیلی از پستیم از جمله لبوش عقیده دارن که جواب دادن آمن حتی از براخوها گفتن هم درجهش بالاتره. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم تو جواب دادن آمن، مخصوصا آمن هایی که واجبه جواب بدیم. و تو گمارا نوشته شده که بچه از زمانی که یاد میگیره جواب آمن بده، از اون موقع بین اولام حباس، یعنی از اون موقع دیگه اولام حبا کاهد داشت، شروع میشه که به میسفوتش اضافه بشه که شما هم اولام حبا داشته باشه، درسته؟ خب ما جلسات گذشته در مورد قوانین براخوها گفتیم اگه براخوها کسی بالاشون حقودش با زبون عبری بلد نیست بگه، به هر زبونی میتونه براخوها رو بگه، درسته؟ مثلا فرض کنید به زبون فارسی، به زبون انگلیسی، به هر زبونی به غیر از عبری کسی که فارسی بلد نیست میتونه براخوها بگه، درسته؟ حالا اگه کسی به غیر از زبون عبری مثلا با زبون فارسی میاد و براخوها میگه، آیا ما میتونیم جواب آمن بدیم؟ بله، جواب آمن واجبه که بدیم. اگه براخاییه که شما ملخوت نداره، یعنی اسم ادونای الوهن و ملک هاولام نداره، آیا بازم با این وجود ما موظفیم جواب آمنا بدیم یا نه؟ مثلا در مورد هارخمان ها تو یه نوارخ، میدونید نوارخ 4 تا براخا داره که گفتیم در اساطه گذشته، 3 تا براخای اول از توراس و براخای 4 میدربانانه که خرخامی برا ما توانا دادن. حالا هارخمان ها که خونده میشه، خب این هارخمان هوا آیا جواب آمن واجبی بدیم برای کسی که داره میخونه یا نه؟ این روش بحثه. بعضیا میگن واجبه جواب بدیم مثل یه براخواست، بعضیا میگن میدد خسیدوته که جواب بدیم، بهتره جواب بدیم. در هر صورت خب واضحه که پس خوبه که جواب بدیم. و حتی میسمای به هم سانه رخا کاموخا، یعنی همناهت مانند خودت دوست داشته باش، در مورد اون گفته شده. بنابراین باید دقت داشت، حالا تمام هوا را که کسی داره نوارخ میخونه گوش میدیم، خوبه که بیایم و جواب آمن بدیم و به این شکل میسا انجام دادیم. خب میدونید که یه رسمی هست که پدرها وقتی که بچهشون به سن بر میسوا میرسه، یعنی بچهشون وقتی 13 سالش میشه، میان و این براخا رو میگن. روی این براخا بحثه که آیا باید با شما ملخوت بگن، یعنی با هشم الوکین و ملخ هاولان باید گفته بشه، یا بدون شما ملخوت. طبق هاوادیا میگن بدون شما ملخوت باید گفته بشه. چه برافایی باروخ شپتارنی نانشوش الزه، یعنی متبارک باشه خدایی که منو پاتور کرد از جریمه این شخص، یعنی بچهش. خب آخه میدونید تا وقتی که فرزند به سن تکلیف نرسه، اشتباهاتی که انجام میده به پای پدر و مادر هم نوشته میشه. بنابراین این رسمی که پدر و مادر میان پدر برافای باروخ شپترانیم اون شوشل زرا میگه، درسته؟ ولی خب این برافای را میگه که شما منفوت نداره، این واجب نیست که جواب آمن بدیم. ولی اگه کسی هم آمن جواب داد، ایسوری انجام نداده. پس یه بار دیگه ببینید، یه رسمیه که وقتی فرزند به سن برمیسوا به سن تکلیف میرسه، پدر میان میگه باروخ بدون شما منفوت، میگه باروخ شپتارنی منشوش الزه، یعنی متبارک باشه خدا که منو پاتور کرد از جریمه این، یعنی دیگه به خاطر این بچه من جریمه نمیشم، خودش به سن تکلیف رسیده. حالا این براخا که بدون شما منفوت گفته میشه، جواب دادن آمن براش واجب نیست، اما کسی هم آمن جواب داد، ایسوری انجام نداده. خب ببینید اگه ما توی رشوت دیگه ایم، مثلا توی مکان دیگه ایم و میشنویم صدای قدیش یا صدای براخا رو میشنویم، خب واضحه که میتونیم جواب آمن بدیم و حتی واجبه که بیایم و جواب بدیم، درسته؟ مثلا فرض کنید ما الان تو این کلاسیم، از کلاس بغلی میشنویم که یکی داره قدیش میگه، خب باید جواب آمن بدیم، یا نقدشاخ دارن میگن باید جواب بدیم. این نیست که حتما باید توی یه مکان باشیم که موظف باشیم براخا را جواب بدیم. حتی اگه توی یه نشوت دیگه هستیم، توی یه مکان دیگه هستیم، میتونیم جواب آمن بدیم. خب میرسیم. آها، اگه تو لخش، اینا گفتیم جلسات گذشته، ببینید اگه تو لخشیم و صدای قدیش میشنویم یا نقدشاخ میشنویم، اگه شالیخ سیبور
شال یخسیبونیه که ترمیف خاخامه، قوانینا بلده. در این صورت شما انتهای یه برافا از نخش، مثلا انتهای رخه خلما اسرائیل، اینجا استاپ میکنید، آمن قدیشا جواب نمیدید، نقدیشا هم جواب نمیدید، گوش میدید به صدای شال یخسیبون. اون چیزایی که شال یخسیبون میگه، اونا را که شما گوش میدید وسط نخش، مثل اینه که شما دارید اونا را میگید و از انجام وظیفه خارج میشید. ولی اگه شال یخسیبونه شخصی نیست که قوانین را بلد باشه، شخصی نیست که بلد باشه کوانا ببنده، در این صورت شما به خوندنتون ادامه میدید، چه برای نقدشاخ، چه برای قدیش، چه برای هش مهربا ادامه میدید و استاپ میکنید. دیگه واضحه دیگه تعلیف خاخامه اگه میبینید شان یخسی بوره، یعنی خب قانونا رو بلده. ولی اگه نه تعلیف خاخام نیست، مخصوصا تو اصفهان که فروشی ها میفروشن، هر کسی میگه شان یخسی بور میشه، معمولا کمانا نمیبندن، معمولا نمیبندن، بنابراین ادامه بدید و برید چرا بس. یا بعضی موقع هست که ممکنه شان یخسی بوره، تعلیف خاخام هم هست، قوانینا بلده، ولی صداش نمیرسه. شارو منفه اگه صداش هم نمیشنویم، در این صورت ادامه میدیم تکیلا رو و میریم استاف نمیکنیم. خب ببینید خیلی موقع پیش میاد ما مثلا داریم یه شعور گوش میدیم، یه سخنرانی داریم گوش میدیم، وسط سخنرانی یا قدی بفهمید بفهمید بله واسه برخواهی لکن شما که باید بلند گفت. بله برخواهی لکن شما را اگه یکی بلند میگه میتونیم جواب آمنش را بدیم. بله نه اشکالی نداره. ببینید الوکین شما 19 تا برخا داره، این 19 تا برخا را که یک نفر گوش میده میتونه جواب آمین بده، چرا نتونه؟ خب اینا هم برخاست، برخا برامون حساب میشه، چرا نه؟ بله زنده باشید. خب یه سوالی که پیش میاد اینه که ما مثلا داریم این سخنرانی گوش میدیم، این سخنرانیه دارم قدیش گفتن یا برخا گفتن، آیا روی این قدیش یا برخایی که میگن ما میتونیم جواب آمین بدیم یا نه؟ این بستگی داره. ببینید اگه سخنرانی یا تفیلا به صورت لایو، به صورت زنده است، مثلا تو اسکایپ، تو لایو این استاس، یا پشت تلفن، یا مثلا ماهواره است، به صورت لایو، به صورت زنده مطمئنیم که داره پخش میشه، در این حالت میتونیم جواب آمین بدیم. پس هر چیزی که به صورت لایو ما میتونیم جواب آمین بدیم، یا قدیشه یا براخاست. مثلا همین الان به صورت لایو خیلی افراد تو اسکایپ هم، فرض کنید الان من مثلا براخا شهرکل گفتم آب خوردم، براخا شهرکلی که میگم اونایی هم که لایو هم میتونن جواب آمین بدن. ولی که اگه لایو نیست، اگه زنده نیست، خب مثلا سخنرانی امروز ها فرض کنید من براخا شهرکل میگم، یه نفر فردا گوش میده، خب در این حالت دیگه جواب آمین نمیدیم. پس به شرط اینکه لایو باشه اون موقع میشه به جواب آمین بدیم. خب رامقول، رامقول میشه همون بلندگو. آیا از پشت بلندگو که ما قدیش نقدیشاخ براخا میشنویم میتونیم جواب آمین بدیم یا نه؟ بله از پشت بلندگو هم میشه، حتی اگه بدون بلندگوه صدا را ما نمیشنویدیم، الان به خاطر بلندگوه هست که میشنویم، میتونیم جواب آمین بدیم. خب خیلی موقع هست کلیسا شلوغه، حتما باید با بلندگو خونده بشه، اگه بلندگو نباشه اصلا صدا نمیشنویم، با این وجود میتونیم جواب آمین، نهش مهربان، نقدشاخا بدیم، درست؟ خب ببینید ما جلسات گذشته گفتیم کسی که دهنش پره نباید برخا بگه، درسته؟ با دهن پر شروع کنه، با دهن پر ما نمیتونیم برخا بگیم، درسته؟ ولی جواب دادن آمین با دهن پر مجازه، درست شد؟ پس ما با دهن پر براخا نمیتونیم بگیم. حتما مثلا گفتیم اگه یکی کیک و چای میخوره، فرض کنید اول مزونوت میگه بعد رو چای یه شهرکل میگه، مزونوت گفته اول باید کیک که خورده قورت بده بعد روی چای براخا یه شهرکل بگه، درسته؟ یا اگه ازتون باشه گفتیم کفتایم و ریتپا میگن بهتره اول رو چای شهرکل بگه. در هر صورت وقتی که یه چیزی ما براخا میگیم، روی یه چیز دیگه هم میخوایم بیان و براخا بگیم، با دهن پر نمیتونیم براخا بگیم. حتی اینو گفتیم جلسات گذشته، اگه دهنمون مثلا پر بود اشتباهاً، بدون اینکه براخا بگیم اومدیم یه غذا یا خوردیم و الان تو دهنمونه، در این حالت اگه اون غذا اگه از دهنمون بیرون بیاریم خراب نمیشه، بعد از دهنمون بیرون بیاریم براخا بگیم بعد بخوریم. ولی اگه مثلا فرض کنید زشته، تو یه جمع نمیشه آدم غذای رو از دهنش بیرون بیاره، یا اگه از دهن بیرون بیاریم دیگه غیر قابل خوردن میشه،
در این حالت به دیعود در حالت مجبوری غذای رو میذاریم کنار دهنمون و براخوا میگیم و قورت میدیم، درسته؟ ولی لخط خیلا به صورت کلی با دهن پر نباید براخوا بگیم. حالا پس ولی با دهن پر مثلا داشتیم غذا میخوردیم، یکی براخوا گفت با دهن پر اشکالی نداره که ما جواب آمن بدیم، پس آمن گفتن با دهن پر این مانعی نداره. خب ببینید تفیلا یه لخش، تفیلا لخش رو ما چجوری موظفیم بخونیم؟ خب همه میدونید تفیلا لخش از اسمش که پیداست لخش یعنی به آرومی، یعنی نباید بغل دستمون صدامون رو بشنوه. خب ببینید اصلا هلاخواست که وقتی ما تفیلا لخش میخونیم باید جوری بکنیم که خودمون صدامون رو بشنویم، بغل دستمون صدامون رو نشنوه، درست؟ خودمون صدای خودمون رو بشنویم یه مقداری، ولی بغل دستمون نباید صدامون رو بشنوه. حالا فرض کنید یه جا نشستیم، یه نفر داره بلند بلند تفیلا لخش رو میخونه، صداشو میشنویم، میتونیم جواب آمنش رو بدیم؟ بله اشکالی نداره، جواب آمنش رو میدیم. ولی که اگر وسط تفیلاییم یا وسط آموزش توراییم هی اینم داره میخونه بلند بلند، حواسمون پرت میشه، آموزش تورامون رو نمیتونیم درست داشته باشیم، یا وسط تفیلا هی حواسمون پرت میشه، در این حالت خوبه که جاشو عوض بکنه، شما رو معرفی جاشو عوض بکنه و برای جای دیگه بشینه و اونجا لیمود شاید فیناشا ادامه بده، درسته؟ خب یه سوال ببینید، اینا گفتیم البته کسی که براخا نمیگه یا نتیلا نمیگیره ما میتونیم مواد غذایی بهش بدیم که استفاده کنه؟ نه، درسته؟ قبلا داشتیم اگه کسی میدونیم نتیلا نمیگیره یا براخا نمیگه از ما چیزی یاد درخواست کرد، مواد غذایی به ما از ما درخواست کرد، ما نمیتونیم بهش بدیم، به استثناء رستوران ها، رستوران ها یا مثلا بقالیا چیزای کاشر که میفروشن، خب یا نونوایی ها ممکنه طرف براخا نگه، خب در این حالت دیگه مسئولیتش پا ما نیست. مثلا کشفوت رستوران وقتی غذا میفروشه میدونه این طرف براخا نمیگه، طبق نظر آرومدی ها میتونیم بهش بفروشیم، اشکالی نداره. ولی اگه همین جوری میخواید به کسی چیزی بدید که بخوره حتما باید اول براخا بگه، این خیلی مهمه. اگه کسی براخا نمیگه نباید شما تو میخشور بندازید اونا و بهش چیزی بدید استفاده بکنه، حتما باید بهش بگید براخا بگه. خب حالا بعضی موقع هست که ممکنه طرف یا خجالت بکشه، خب یا اینکه مثلا بعدش بیاد بهش بگیم که آقا برو نتیلا بگه. خب اگه کسی بعدش میاد یا میدونیم دندخور میشه، حالا تو رو درواسی یه جوریه نمیتونیم بگیم آقا پاشو نتیلا بگیم اومده خونمون، در این حالت خب اولا با احترام خوبه که بگیم آقا همه بفرمایید نتیلا. خب و اگه میبینیم براخا نمیگه براخا رو بلند بگیم، خب براخا رو بلند بگیم که به این شکل این شخص براخا ما رو که گوش میده از انجام وظیفه خارج بشه، درست شد؟ پس اگه کسی مهمون اومد خونتون و براخا نمیگه شما براخا رو بلند بگید و یه جوری بدید که کمانا ببنده بهتون و به این شکل از انجام وظیفه براخا خارج میشه و میتونید بهش غذا بدید. حالا سوالمون اینه، سوال اینه که اگه کسی نتیلا نمیگیره، نوارخ هم نمیخونه، خواه نتیلای هموسی نتیلای اینو نمیگیره، نوارخ هم نمیخونه، این شخص اومده خونمون، خب براخا هموسی هم میگه، براخا هموسی که میگه میتونیم جواب آمنش رو بدیم یا نه؟ ببینید از یه نظر بگیم نشه جواب آمن داد به خاطر اینکه خب نوارخ نمیگه، داره گناه میکنه که نون میخوره بدون نوارخ و بدون نتیلا. از یه نظرم بگیم آقا الان که داره براخا هموسی میگه الانش که عورای انجام نداده، الان اتفاقا درسته، الان داره براخا هموسی میگه، هنوز که موظف به نوارخ نشده، درسته؟ اینوش بحثه لحلاخا میشه سواد گرفت که جواب آمنش رو بدیم. بنابراین اگه کسی نتیلا نمیگیره، نوارف نمیگه ولی براخا هموسی میگه، اینوش بحثه که جواب آمن براخاشو میشه گفت یا نه، لحلاخا میشه سواد گرفت که جواب آمنش رو بدیم، درست؟ خب این نظر هاروودی هاست که هاروودی ها میگن به خاطر اینکه نسخه براخا رو عوض نکرده، یعنی همچین آدمی که براخا گفته در هر صورت نیمده نسخه براخا رو عوض بکنه. حالا در هر صورت میگم روش بحثه، نه حالا خب میشه جواب آمنشا بدیم، درست؟ خب ببینید بعضی افراد هستن که از براخا گفتن معافن، میتونید بگید چه افرادی از براخا گفتن معافن؟ روش بدید چی؟ داره؟ نه کسی که اوننه. ببینید دور از جون نصیب نماشه، ما یه آویلدار داریم یه اونن داریم. اونن
به کسی میگن که هفت نزدیکانش را دور از جون یکیشون از دست داده و هنوز به خاک سپرده نشده، به این میگن اونن. این از همه میسوه های امر موافقه، نه به راکا میگه، نه سوسیت میپوشه، نه تفینی میپوشه، به خاطر اینکه اینجوری تورا دستور داده که بره زود دور از جون مرده را به خاک بسپاره، مشغول به هیچ کاری نشه. ولی فرامین نهی موظفه، مثلا دروغ نمیتونه بگه، دزدی نمیتونه بگه، فقط امرا را واجب نیست، مثلا براخا واجب نیست بگه، نتیلا واجب نیست بگیره، نوارخ واجب نیست بگه، تا اینکه به خاک بسپاره. وقتی به خاک سپرده شد تا هفت روز دور از جون آول داره، به این میگن آول دار که به همه میسوه ها اون موقع موظفه. پس اونل اونل اگر براخا یا بله بفهمه، اگه اونن دور از جون اومد و براخا گفت، در این حاله است جواب آمنشا نمیدیم، درست؟ خب یه سوال، اگر یه غیر اسرائیل، اگر یه غیر اسرائیل میاد و براخا یا میگه، خب آیا ما میتونیم جواب آمنشا بدیم یا نه؟ یه غیر اسرائیل براخا میگه، آیا جواب آمنشا میتونیم بدیم؟ مثلا فرض کنید بلده، خب بلده، فرض کنید میاد براخا میگه، اگه مسلمیه خواه یعنی خدا پرسته، جواب آمنشو میتونیم بدیم به شرط اینکه براخا رو از اول تا آخر شنیدیم. ولی اگه خدا پرست نیست، جواب آمنشو نمیتونیم بدیم. پس گوییم که خدا پرسته، براخا گفت، میشه جواب آمنشو بدیم. خب واضحه چون داره خدا پرسته، اسم خدا رو هم که میگه منظورش خداست. مثلا فرض کنید براخا شهکولا بلده، براخا شهکولا به فارسی یا به عبری میگه، خب میشه جواب آمنش را اگه خدا پرسته بدیم. ولی اگه خدا پرست نیست، مثلا مسیحیه یا زرتشتیه، در این حالت اونا چند تا خدا را قبول دارن، این کفره، درست؟ یا بوداییه، طبق نظر ماران اینا خدا پرست حساب میشن. اگه همچین شخصیتیه، در این حالت براخایی که میگه جواب آمن نباید بدیم. چرا جواب آمن نباید بدیم؟ به خاطر اینکه جواب آمنش داره شاید مربوط به عبودازارا باشه، شاید اسم خدایی که میگه منظور به بتش باشه، درسته؟ خب یه مورد دیگه، اگر یه غیر یهودی ما رو دعامون کرد، آیا میتونیم آمین بگیم؟ آمین. خب مثلا فرض کنید براخامون میکنه یا یه دعامون میکنه و اسم خدا رو هم میاره، خب در این حالت اگه اونم بت پرسته، فقط میتونیم بهش بگیم ممنون، خدا ربا، خب ولی اگه خدا پرسته و اسم خدا را میاره، اون موقع میشه جواب آمین بدیم. پس اگر خدا پرست نیست و دعامون میکنه، اینا باید خیلی مواظب باشیم که چه دعایی داره میکنه، چه جوری داره دعا میکنه، شاید اسم عبودازاراشا بیاره. بنابراین در این حالت ها مواظب باشیم که آمین نباید جواب بدیم. خب یک کیس دیگه ببینید، اگه کسی افیقورسه، افیقورس یعنی چی؟ یعنی تورا و خصف شالوم خدا و خصف شالوم دین و هیچ چیه قبول نداره، اسرائیل و یهودیه، ولی هیچ چیه قبول نداره، کافره. حالا همچین آدمی باروخ از شما تو ایران حداقل نداریم، درست؟ همچین آدمی با وجود اینکه اسرائیله ولی خدا را قبول ندارد، این قانونش مثل خصف شالوم بتپرسته و براخایی هم که میگه براخا شما آمین جواب نمیدیم. چرا؟ یه لحظه، چرا آمینش رو جواب نمیدیم؟ به خاطر اینکه خب خدا رو قبول نداره دیگه، معلومیست داره به چه خدایی براخا میگه. بفهم، اگه مثلا خدا رو قبول داشت ولی دین یا الان میرسیم. یه عده دیگه افراد هستن بیشتر تو خارج کشوره، به اینا میگن رفورمی. شنیدین؟ رفورمی ها آدم هایی هن که اومدن تو دین تغییرات ایجاد کردن، مثلا زناشون تپیلی میبندن، درسته؟ یا مثلا میگن خصف شالوم تورا شفاهی نیست. این رفورمی ها حکم غیر اسرائیل ها دارن، اصلا اینا براخا که میگن آسوره که ما جواب آمینشون رو بگیم. خب تو آمریکا بیشتر پیدا میشه، مثلا راب هم برای خودشون دارن این رفورمی ها، وقتی هم عروسی میکنن راب میاد مثلا براخا میگه، اینا آسوره که اصلا تو مجالسشون آدم شرکت بکنه. در این که براخا میگن براخای اینا رو ما نباید جواب آمین بدیم. خب حالا سوال شما، یه اسرائیلیه، خب خدا را قبول داره، تورا را قبول داره، بعضی میسوها را انجام نمیده، مثلا فرض کنید شبات را نگه نمیداره، تفیلی نمیبنده، یا حالا مثلا خصف شالوم قضا داره کاشر میکنه. خب درسته این اسرائیله، براخا که میگه، براخا شما جواب آمین میدیم، درست شد؟ پس این که میگیم جواب آمینه،
فرد اسرائیل عفی قرصانی میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه این بفهمید، به خاطر اینکه این عفی قرصه خدا را قبول نداره که جواب آمین نشانی میدیم، ولی اگه یه اسرائیلیه که خدا را قبول داره، فقط یکی از دستورات ها انجام نمیده، مثلا شبات ها نگه نمیداره یا تفیلی نمیبنده یا غذا غیر کاشر و اینا خصف شوالا میخوره، این اسرائیله. بنابراین اگه به رفا میگه ما جواب آمنش ها میدیم. کسی که میاد نسخهی که خخامیم تو به رفا تقانا دادن رو عوض میکنه، مثلا مخصوصی میاد به رفا رو اصلا تغییر توش ایجاد میکنه، دل بخواه میاد یه چیزی به رفا اضافه میکنه، یه چیزی کم میکنه از به رفا، بعضی کلمه رو عوض میکنه، این به رفا حساب نمیشه. اگه کسی همچین آدمی اومد به رفا گفت، واضحه که به رفاش قبول نیست و اصلا ما جواب آمن نمیدیم. آقا یا اگه هیچ مثلا اصلا اینجوری نمی کنه، برافرا میگه نصف کلمه رو نمیگه، نصف نیمه میگه، تون تون میگه، چیز معلوم میگه، این بستگی داره. اگه اصل کلمه اصل برافرا گفته میشه که جلسات پیش گفتیم، اصل کلمات گفته میشه، اسم هشما درست میگه، باروخا میگه، ملخ هاولام درست گفته میشه، اصل قدشانو میگه درست اینا رو میگه، حالا بقیهش اگه اشتباها درست نمیگه میتونیم جواب آمنشا بدیم. این که ما میگیم عمدن میاد این کارو میکنه. ببینید کسی که عمدن بیاد و تو برافا تغییر ایجاد بکنه، عمدن مثلا بیاد و تغییر بده یک کلمه را، اضافه بکنه، کم بکنه، در این حالت ما جواب آمن نمیدیم. خب یه مورد دیگه ببینید، خیلی موقع است تو هلاخا یا تو گمارا یه برافا رو کامل گفته، آیا برای آموزش ما میتونیم برافا رو بگیم؟ نه. ببینید اگه میخواییم به کسی که بلد نی برافا بگیم، به صورت واضح برافا رو میگیم که اون آدم تکرار بکنه و این هیچ اشکالی نداره. مثلا یه بچه هست میخواد برافا بگه، ما میتونیم کلمه به کلمه اسم هشم هم بیاریم، بگیم ادونای الوهنو قشنگ منه خاولان، قشنگ براش بگیم که یاد بگیره. برای بچه پس میتونیم کامل برافا رو بگیم که یاد بگیره. حتی بعضی موقع دیدید مثلا تو کلاس بیا دارن یه برافا را هی به بچه تکرار میکنن که یاد بگیره، این اشکالی نداره. حالا این اشاره این تکراری که دارن برای بچه ها میکنن تو تفیلا تو کلاس که برافا را یاد بگیرن، خب در این حالت ما جواب آمن اینا را نمیدیم دیگه، واضحه؟ پس یه بار دیگه ببینید، برای یادگیری ما میتونیم برافا را بگیم و این هیچ اشکالی نداره. حتی اگه یه مردیه مثلا فرض کنید 23 سالشه، برافا بلد نیست، ما کلمه به کلمه بهش بگیم که تکرار بکنه، این هیچ اشکالی نداره، برای بچه هم به همین شکل. ولی اگه بلدیم برافا را، خب مثلا من بلدم برافا بگم، الان اینجا برافای آبا نوشته شهکون نیه آبید وارو باروخ اتا هشم کامل نوشته، در این صورت این برافای را نمیتونم بگم. متوجه شدی تفاوتش؟ پس برای آموزش که میخوام یاد یه شخصی بدم که بلد نیست، میشه برافا را بگم، ولی اگه خودم بلدم دارم حلافاشا میخونم، اون برافا را نباید مطالا بگم، نباید بیهوده بگم. درسته؟ سوالی نیست؟ خب یه کیس دیگه، آیا وسط آموزش تورا میشه جواب آمن و اینا را داد یا نه؟ ببینید اینا من بگم خدمتتون، گرفتن تانیث بالاتره یا آموزش تورا؟ آموزش تورا. گفتن برافا بالاتره یا آموزش تورا؟ آموزش تورا. گفتن هزار تا برافا بالاتره یا آموزش تورا؟ گرفتن هزار تا تانیث بالاتره یا آموزش تورا؟ آموزش تورا. آموزش تورا اینقدر درجه بالایی داره و مهمه، بنابراین وسط آموزش تورا ما جواب آمن نمیدیم اگه حواسمون از اون لیمودمون پرت میشه. درست شد؟ اگه از آموزش حواسمون پرت میشه، جواب هیچ چیزی ها لازم نیست بدیم. مثلا شما پایین کنیسا پایین دارید مثلا لیمود میخونید، تورا میخونید، آموزش دارید، دارن قدیش میگن، اگه شما جواب بدید بحث از ذهنتون میپره، نمیفهمید چیزی که دارید میخونید چی میگه، واجب نیست جواب بدید. به غیر از نقدی شاخ و مودیم، نقدی شاخ و مودیم ها وسط آموزش تورا جواب میدیم. چرا؟ چون نقدی شاخ و مودیم اگه با جماعت جواب ندیم، مثل اینه که داریم خودمون از جماعت جدا میکنیم. پس مودیم که تعظیم میکنیم و همچنین نقدی شاخ، اینا رو بعد وسط آموزش تورا جواب بدیم. و همچنین برکت کهنیم، اگه تو کنیسا این داریم تورا میخونیم، برکت کهنیم دارن میگن، اون موقع موظفیم که لیمودمون رو قطع کنیم، چون شخینا اون موقع
حضور داره. وقتی که کهنیم دارن جماعت اسرائیل رو برپا میکنن، شخینا حضور داره، بنابراین باید آدم اونجا آموزشش رو قطع بکنه. به غیر از یه آموزش که میتونه بگه چه آموزشیه که حتی برای برکت کهنیم هم قطع نمیکنیم؟ اگه آموزش ربیمه، یعنی مثلا یه شخصی داره به یه جمعی تورا یاد میده، حتی برای برکت کهنیم، حتی برای نقشات، حتی برای مودیم، واجب نیست که پاشه جواب بده. چرا؟ به خاطر اینکه تلمود تورای جماعت اینقدر بالاست که حتی چند لحظه هم قطع بشه خوب نیست. متوجه شدید؟ مثلا فرض کنید آقا یه نفر داره تو اسکایپ به صورت لایو درس میده تو کنیسا. تو کنیسا دارن انتفیلا میخونن، دارن قدیش میگن، نقشات میخونن. این اگه پاشه جواب بده، خب لیمود اسکایپ قطع میشه دیگه، چند ثانیه قطع میشه. خب در این حالت موظف نیست که پاشه جواب بده، در این صورت موظف نیست و میتونیم آموزشش را ادامه بده. خب تا اینجا سوالی هست؟ بریم ادامه. خب یه مورد دیگه خب پس همونطور که گفتیم بچه ها رو ما تربیت میکنیم، براخا بگن یادشون میدین چه براخا اول چه براخا آخر، حتما باید بچه ها خوب براخا را یاد بگیرن. و حتی ها را به نیشخن میگن که پدر موظفه به فرزندانش یاد بده هم اشریا سر هم براخا را از حفظ، و از همون بچگی که شروع میکنن براخا بگن ترس از خدا در وجودشون قرار میگیره. درسته؟ خب حتی در مورد حرام و ودیا یه مطلبی میگن این جالبه. ببینید مثلا شما سه تا سیب میخواید بخورید، سه تا تکه سیب، خب چند تا براخا رو این سه تا تکه سیب میگید؟ یه براخا میگید، یه براخا میگید برای هر سه تا تکه. ولی برای بچه ها که میخواییم براخا رو تکرار بکنن و یاد بگیرن، میشه مثلا یه تیکه سیب بهشون بدیم، بگیم هایس بگو، تیکه سیب را خورد، دوباره یه تیکه دیگه بهشون بگیم هایس بگو. با وجود این که تکرار میکنه برای خواهرها، چون برای آموزش اشکالی نداره. نه دیگه اون سه چهار ساله مثلا میگیم عادت نمیکنه که اینجوری، بعد وقتی بزرگ شد بهش میگیم که یه برای خواهر برای همش کافیه. ولی وقتی بچه هست میخواد برای خواهر اون نسخه براخوان رو یاد بگیره، اگه تکرار بکنه اشکالی نداره. درست؟ خب یه سوال، از چه سنی شروع کنیم به بچه‌ها یاد بدیم که براخوان بگن؟ کسی میتونه بگه؟ دو سال مگه میتونه حرف بزنه؟ آره. دو سال میتونه؟ آکی. خب ببینید چند نظر وجود داره. یه نظر عقیده داره 6-7 سالگی. یه نظر عقیده داره که 6-7 سالگی یادش میدیم که براخا بگه، وقتی که بدونه برای کی داره براخا میگه. ببینید معمولا بچه خدا رو از 6-7 سالگی میشناسه، زیر 6-7 سالگی خدا رو نمیشناسه. درسته؟ ممکنه یه سوال های بپرسه ولی واقعا خدا رو نمیشناسه دیگه. خب مگر این که دقیقا به صورت کلی 6-7 سالگیه، ولی بعضی بچه ها هستن که اینا باهوشترن، خریبوتشون بیشتره. یه نظر عقیده داره که آقا ما به دنبال خریفوت میریم، به دنبال هوش میریم، بنابراین اگه بچه‌ای هوشش بالاتره، هوشش بیشتره، حتی زیر 6 سال، حتی 5 سالگی، یا حتی بعضی میگن 4 سالگی، وقتی براخا میگه براخاش درسته و میتونیم حتی جواب آمنش هم بدیم. پس یه نظر 6-7 سالگی، یه نظر از وقتی که خدا رو میشناسه طبق خریفوتش. مثلا در مورد تگرا جزء گئونین بوده، جزء نابغه ها بوده، حدود 200 سال پیش میگن هگرا تو سن 2-3 سالگی کل تورا را از حفظ بوده، کل تورا را 2-3 سالگی از حفظ بوده. گئون میبیلنا، هگونی ویلیاهو میبیلنا اسمشون بوده، از ویلنا خیلی گئون بودن. خب بستگی به خریفوت داره دیگه. درسته؟ یه نظرم عقیده داره که این نظر میگه وقتی که بلده دیگه صحبت بکنه، وقتی که دیگه بلد میشه صحبت کنه، اولین چیزایی که یادش میدیم اینه که بیاد و براخا بگه. هر جوری رفتار بکنیم درسته. پس وقتی بچه ها دیگه شروع میکنن به حرف زدن، خوبه که دیگه براخا هارم یادشون بدیم، با وجود این که هنوز خدا را نشناختن، ولی هر چقدر بزرگتر میشن خب بهتر دیگه میشناسن خدا را و دیگه بهتر میتونن بیان و براخا را یاد بگیرن. درسته؟ خب بریم ادامه. خب یه سوال، یه بچه هست خب براخا رو میبره، براخا رو درست نمیگه، حالا بهتره این براخا رو بگه یا بهتره نگه؟ نگه.
بهتره بگه. درسته، نمیگیم داره به براخانه خالی وارد میشه، نه، به خاطر اینکه از اول قرار درست بگه. حالا یه اشتباه ممکنه اتفاق بیفته، نمیگیم براخانه بعد تاراسو نگه. بنابراین بچه پس از زمانی که شروع میکنه صحبت کردن، با وجود اینکه احتمال داره براخانه اشتباه بگه، با این وجود یادش میدیم که براخانه بگه. درسته؟ خب حالا یه سوال ببینید، تا الان ما در مورد براخانه گفتیم، آیا بچه وقتی براخا میگه میتونیم جواب آمنشا بدیم یا نه؟ اگه درست بگیم میتونیم. بستگی داره. یه نظر عقیده داره که خب یه نظر عقیده داره که باید به سن تربیت رسیده باشه. یعنی چی؟ یعنی به سنی رسیده باشه که خودشا بتونه تمیز نگه داره، اون موقع وقتی براخا میگه میتونیم جواب آمنشا بدیم. یعنی این نظر میگه 6-7 سالگی. یه نظر میگه 5 سالگی بر طبق خریفوتش، بر طبق هوشش، دیگه وقتی خدا را شناخته موقع جواب آمنش هم میتونیم بدیم. این هم یه نظره. و بعضی ها میگن آقا بچه وقتی براخا میگه میتونیم جواب آمنش را بدیم، به خاطر اینکه تربیتش بکنیم که وقتی یکی براخا میگه آمن جواب بده. این نظره حالا شده مزرمان اویه واقع. متوجه شدید؟ یعنی آقا این که براخا مثلا 4 سالشه 3 سالشه براخا میگه تربیت میشه، اگه ما جواب آمنشا بدیم تربیت میشه که وقتی یکی براخا گفت آمن بگه. درسته؟ بنابراین چون تربیت میشه که جواب آمن بده، ما میتونیم جواب آمنشا بدیم. درست شد؟ این نظر حالا شده مزرمان و این وقت. یه نظر هم میگه که از سن 3 سال به بعد میتونیم جواب آمنشا بدیم. حالا قوله سیون میگن خوبه که بیایم و آمنشا که میخواییم جواب بدیم، بگیم یه پاسخ از تهیلی ما بگیم که توش آمنه، بگیم بارو خدانا الهرام آمن به آمن. بعضی ها اینجوری عقیده دارن، حالا آبلسیون اینجوری عقیده دارن. در هر صورت طبق هر نظری که بریم، خب واضحه که 100% درسته و میتونیم به این شکل رفتار بکنیم. سوالی نیست؟ خب هگه اون میبینم خیلی نابغه بودن. خب نه، استاد داشتن، پدرشون استاداشون گاون بودن. ببینید بعضی بچه‌ها همین الان هم مثلا یه فیلم من دیدم خیلی جالب بود. یه پسر بود 7 سالش بود، خب کل میشنایوت از حفظ بود. بعد رفته بود پیش آراکانی مسی گردش، میپرسیدن که تو میشنا مثلا پا چند بار کلمه پا اومده. این بچه قشنگ گفت تو این میشنا چند بار کلمه پا اومده، کجا 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 کجا. بعضی خیلی نابغه‌ن. یا همین الانش توی کلیپ میدادم، یه بچه‌ای بود 4 سالش بود ولی 13 تا زبون دنیا رو بلد بود. بعضیا اینجوری هستند دیگه، بعضیا نابغه‌ن. بر طبق خریفوت، طبق این نظر میشه بیایم بعد چیز بکنیم، میشه بیاد براخا بگه و جواب آمنش رو بدیم. بریم جدا سوالی. خب اگه دورج جون نصیب نباشه، یکی شوته است، خب شوته یعنی دورج جون دیوونه است و یه براخایی ها میگه، خب جواب آمنشا نمیدیم. درست خواهش میکنم، جواب آمن نداره. اگه کسی دورج جون نصیب نباشه، کرولاله. میدونید امروزه یه سازمان های هست که کرولالا یادشون میدن که اینا که لالن دورج جون بتونن یه کلماتی رو بگن. خب اگه رفته یاد گرفته و این کلمات ها میگه براخا را درست میگه، خب این براخا هم درسته و میتونیم جواب آمنش را بدیم. درست؟ خب ببینید اگه یه پاسخی ها ما میخواییم بگیم، خب یه پاسخیه میخواییم این پاسخه را بگیم، اسم هشم توشه، آیا میتونیم اسم هشم را واضح بگیم؟ مثلا فرض کنید شما میخواید داراش کنید در مورد یه پاسخ، این پاسخ اسم هشمه، میشه گفت بله. حتی اگه پاسخ را نصف میگید میتونید اسم هشما و الوکین ما به زبون بیارید و این مانعی نداره. خب کسی که بعد تشوبا، بعد تشوبا یعنی کسی که مثلا قانونا را اجرا نمی کرده، الان تشوبا کرده و میخواد اجرا بکنه، خب فرض کنید 23 سالشه براخا بلد نیست، آیا ما میتونیم کلمه به کلمه بگیم که براخا را بگه؟ بله، هیچ اشکالی نداره. خب این هم گفتیم. خب ببینید بعضی اسمای ملاخی ما که اسم آدم نیست، ما بیهوده نمیتونیم به زبون بیاریم مگر فقط برای آموزش تورا. چی شد؟ ببینید بعضی اسما ملاخیم هست
که اینا اسم انسان هم هست. میتونید مثال بزنید؟ اسم ملاخه ولی اسم آدم هم میذارن، اسم آدم هم هستن. بله دقیقا، مثلا اوریه، رفائل، گبریل، میخائیل، نوریل، الیاهو، درسته؟ اینا با وجودی که اسم ملاخه اسم آدم هم هست، اینا را اشکالی نداره به زبون میاریم. ولی بعضی ملاخیم هستن مثل ملاخه متمارون، خب سر هپانیم، این ملاخا را نباید اسمشون را بیاریم. حالا من اسمشون را گفتم به خاطر اینکه برای آموزشه، برای آموزش میشه. ولی اگه برای آموزش نیست، اسم ملاخایی که اسم انسان نیست، اونها درست نیست که آدم به زبون بیاره. درست شد؟ خب یه مورد دیگه در مورد اسم هشم توی شیرین، توی سرودها. بعضی آهنگا عبری ها دیدید اسم هشم داخلشه. خب مثلا آهنگ تو شبات هست که شب شبات میزمونه، توی شبات آهنگ هست که میخونیم سور میشل و آخر نوبارخ و امونه، خب یا آهنگ بریوخای، خب اینا را اسم هشم که داخلشه میشه به زبون بیاریم. اسم ادانوتا میشه گفت و این مطالا نیست. اسم هشم که با شیرا میخونن، خب مثلا یه آهنگ عبریه میخوان این آهنگ عبری ها بخونن، یه پاسخی از تهیلینه، آیا میشه اسم هشم ها بیارن تو این آهنگ یا نه؟ به جاش باید بگن هشم یا اسم ادونات ها میتونن بگن؟ میتونن؟ به یه شرط، به شرطی میتونن بیارن که اون آهنگ وقتی خونده میشه حتما کسی که میخونه کلا سرش باشه و جای اون آهنگ گذاشته بشه که ترس از خدا اونجا باشه، مثلا تو یه پارتی نباشه اون آهنگه. خب؟ اگه خوب اون قدوسیتش حفظ میشه، میشه اسم ادونو یا واضح بگن. خب ولی که اگه خب ممکنه وقتی یکی تکرار بکنه این آهنگ را بدون کلا باشه، خب میدونید بدون کلا ما نمیتونیم اسم ادونو تا بیاریم، یا اینکه ممکنه مثلا هر جایی آهنگ پخش بشه که اون قدوسیتش حفظ نشه، خب هر جایی میتونه باشه این آهنگ. بنابراین معمولا آهنگایی که میخونن اسم ادونو تا نمیگن، به جاش میگن هشم. مثلا آهنگ هشم مله، هشم مالا، هشم ملوخا شنیدید؟ این آهنگ اگه دقت بکنید اسم ادونوتا نمیگه، نمیگه ادونای مله، خدای مالا، خدای ملوخا، میگه هشم مله، هشم مالا، اینجوری میگه. چرا؟ چون ممکنه کسایی که این آهنگ را بخونن بدون کلا باشه، یا اینکه یه جا باشه که مثلا مسخره بازیه، اون ترس از خدا نیست و جالب نیست که اسم هشم رو بیهوده اون موقع به زبون بیارن. واضحه؟ سوالی نیست؟ خب یه 5 دقیقه با اجازهتون بفرمایید سوالی هست، بفرمایید اگه سوالی هست. علی مسیلا بفرمایید. ان شاء الله من دیدم یه سوالی که داشتن در مورد همون بلنگوه بود. خب این دلیل اینه که مثلا موقعی که میخوام میگی لاستر بخونن میگن از بلنگو استفاده نکنید، مثلا هم آنلاین شما دلیلش چیه؟ ببینید بلنگو اگه شما نیت میبندید به یه براخا، خب اگه به یه براخا نیت میبندید و بدون بلنگو صدا رو شما میشنوید، خب فقط بلنگو کمک میکنه که شما بهتر براخا رو متوجه بشید، این اشکالی نداره، میشه از رو بلنگو گوش بدیم و از انجام از فه خارج بشیم براخا رو. ولی که اگه بلنگوه ما صدا رو نمیشنویم اصلا، بلنگوه کمک بلنگوه میاد که ما صدا طرف رو بشنویم. در این حالت نمیتونیم نیت ببندیم به طرف، ولی آمنش رو میتونیم جواب بدیم. متوجهید؟ مثلا مگیلای استر، مگیلای استر که میخواییم گوش بدیم، اگه بدون بلنگو صدا را میشنویم، بلنگوه فقط کمک میکنه بهتر بفهمیم، اشکال نداره، اوکیه. ولی اگه بدون بلنگو نمیشنویم، بلنگو که میاد میشنویم، نمیتونیم نیت ببندیم که از انجام از فه خارج بشیم، ولی جواب آمنش را میتونیم بدیم. متوجهید؟ نه دیگه. ببینید در مورد مگیلا شما بلنگو گفتید، در مورد آنلاین چیزی که لایف باشه ما نمیتونیم نیت ببندیم از انجام وظیفه خارج بشیم. مثلا هفت دالا یه شب یک شبات ما توسط تلفن نمیتونیم گوش بدیم یا رادیو، یا مگیلای استر طبق نظر ها رو اومد یا نمیشه. یه دوره ای بود دوره کرونا حدود 4-5 سال پیش، خب اون موقع استثناءً به خاطر اینکه نمیشد یه جا جمع بشیم و خطرناک بود، استثناءً اون موقع طبق نظر هارابی گرفت موشه
هتر دادن که بشه به صورت لایو مگیلای استرا گوش بدیم. اون موقع استثناء بود، ولی الان که بارو کشیم همچین موردهایی نداریم، به صورت لایو نمیشه از انجام وظیفه خارج شد. دفعه ها آوردی ها برطبق ها آوردی ها حتما باید حضور داشته باشیم که بتونیم از انجام وظیفه خارج بشیم. اوکی؟ هر چیزی گفتیم، مثلا هفت دالا یه شب یک شب باز، هر چیزی که میخواییم نیت ببندیم از انجام وظیفه خارج بشیم همین قانون داره. در مورد تفیلا، آهان تفیلا رو شما میپرسید، مثلا فرض کنید یکی توی شهری زندگی میکنه که تفیلای جماعتی اصلا نمیشن بخونه. مثلا فرض کنید شما کرمان زندگی میکنید، کرمان حدوداً یه 3-4 براخا خانواده دارن، خب یا رفسنجان مثلا زندگی میکنید 6-7 براخا خانواده دارن، خب اصارا نمیشن بعد از زورا که تفیلای جماعتی بخونه. در حالت اجبار میشه به صورت لایو بیان با جماعت دیگه تفیلای جماعتی بخونن، ولی اگه کسی امکانش هست براش بره کنیسا، مثلا تو اصفهان خدا رو شکر هم صبح هم بعد از زور چه کنیسا وسط شهر چه محله اصارا میشن، چون اثار هستن باید حتما حضوری بره، مگر اینکه حالا یه مشکلی باشه نتونه، میشه اون موقع سباک بگیرن که به صورت لایو با جماعت بخونه، ولی برای تفیلای جماعتی بهتره حتما حضوری باشه. اوکی؟ بله 100% میشه جواب داد. بله واضحه. بله زنده باشید. سوال هست؟ بفرمایید اگه سوالی هست. سوال؟ بفهمید. در مورد اون آموزش دادن بچه هایی گفتین در مورد براخواه ها، خب مثال یه بچه یه حالا بوده 4-5 سال یا 5-6 سال گوشت میخوره، بعد هم موقع شهر کن دیگه میخواد شیر بخوره، بعد ما میخواد آموزش براخواهی مثلا گوشتی ماستی و اینا که نباید با هم بخورن بهش یاد بدیم. خب اونجور بچه کار کرد؟ متوجه نشدم. خب یاد بدید یعنی الان گوشت خورده، بعد براخواه شرکنی که ما میخواهیم خواهد شیر بخوریم، ما میخواهیم جلوشو بگیریم که بهش آموزش بدیم که گوشتی و ماسی نمیشه با هم بخوره. خب براش توضیح بدید دیگه، چه ارتباطی به براخواه داره؟ الان گفت مشکلی نداره، فقط یه موقع که براخواهش بیهوده صاف میشه. متوجه نشدم، گوشته که براخواه گفته؟ نه ببینیم شرکنی آها متوجه شدم، یعنی میخواد مثلا یه مقدار شیره رو بخوره یا بگیم نخوره که یاد بگیره بینش فاصله بندازه، درسته؟ بهش یاد بدید که فاصله بندازه، اشکالی نداره، چون برای آموزش بوده اشکالی نداره. نه برای آدم بزرگ ده. اگه یکی گوشتی خورده 6 ساعت نگذشته، خب اگه اشتباه هم رو لبنیات براخا گفت، یه مقدار از لبنیات رو میخوره که براخاش برافال عطاله نباشه، ولی برای بچه ها ظاهرا اینجوری بهتره که برای تربیتشونه که یاد بگیرن با هم نخورن، سخت بگیریم براش بهتره. تا چه سنی؟ بله ببینید برای بچه ها لازم نیست که 6 ساعت وایسن. خب تا چه سنی؟ یه نظر عقیده داره تا 6-7 سالگی لازمی بچه ها 6 ساعت وایسن، همون 1 ساعت هم صبر کنن کافیه. بچه هایی که سنشون پایین تره که اصلا هیچی، فقط دهنشون رو میشورن، مثلا الان گوشتی خورده دهنش رو میشوره، بعد میتونه لبنیات بخوره. یکم که سنش بالاتر رفت خوبه که 1 ساعت صبر بکنن. خب بر طبق آرامدی ها تا حدود همون 1 سال 2 سال قبل برمیسوا یا بتمیسوا همون 1 ساعت وایسن کافیه، مخصوصا اگه ضعیفن احتیاج دارن و اینا میشه سوا گرفت براشون دیگه. ولی 1 سال مونده به برمیسوا دیگه اون موقع تربیت کنیم حتما 6 ساعت ها وایسن، وقتی هم که دیگه برمیسوا شدن که واضحه باید 6 ساعت کامل صبر بکنن. اوکی سوالی نیست؟ خب تا اینجا موفق باشید. بفرمایید سوالی هست؟ زنده باشید. بله سوال قشنگه. شیوا براخوتا به صورت لایو، به صورت تلفن یا اسکایپ یا لایو میشه جواب بدیم، به خاطر اینکه ما نمیخوایم نیت ببندیم که یادسا بشیم، فقط میخوایم براخا رو گوش بدیم، میتونیم جواب آمین براخا رو بدیم. بله براخا میلان هم میشه. بله زنده باشید. خب موفق باشید. تسکفا رباش شارو مرفم.